امروز با هم میریم تو دنیای آبشور و معرفی این ماهی‌ها. سلام بچه، حالتون چطوره؟ فرض هستم به فیش کیپر و به کانال یوتیوب من خوش اومدید. ما سری آموزش های مربوط به ماهی آبشور رو ادامه میدیم و امروز میخوام در مورد ماهی نمو صحبت کنیم، یکی از ماهی هایی که خیلی خیلی توی صنعت آکواریوم جذاب هستش و طرفدارای زیادی هم داره. ماهی که با انیمیشن فایندینگ نمو خیلی معروف شد و دیگه همه شناختنش، همه عاشقش شدن، ولی اسم دقیقه این ماهی کلاون فیش هستش که حالا مال خود اون ماهی نمو کلاون فیش اوسلاریس هستش که امروز ما در مورد کلاون فیش ها یا دلغک ماهی های آبشور صحبت میکنیم، چطوری نگهداریشون کنیم، چه نیازهایی دارن و آیا این ماهی برای آکواریوم آبشور مناسب هست و یا نه. که اگر میخواد این ماهی رو تهیه کنید حتما اطلاعات کافی رو داشته باشین که خدای نکده نه ضرر مالی کنید و نه ماهیتون ضرر جانی کنه. و تو این ویدیو همراه من باشید. ویدیو بعدی این ویدیو هم قراره چی بسازیم؟ اسپیشیز یا گونه های مختلف این ماهی نمو رو بهتون حتما معرفی میکنم. تو این ویدیو فقط نگهداریش میخوام کاملا بهتون توضیح بدم، رفتارشو بهتون توضیح بدم و در مورد گونه هاشم توی ویدیو جداگونه که خیلی زود شاید بعد این ویدیو اصلا بذارم حتما در موردش توضیح خواهم داد. پس همراه من باشید. اول از همه برای نگهداری این ماهی تو آکواریوم آبشورتون باید یه سری نکات ریز رو رعایت کنید که لازمه هر آکواریوم آبشوری هستش. الان مثلا شما بپرسید آقا شوری که برای آب آکواریوم این ماهی دلغک ما نیاز داریم چقدر هستش؟ با توجه به حالا موجود دیگه که تو آکواریومتون هسته، شما باید یه شوری معین و تعیین شده و معین تعیین شده یکی و ثابتو داشته باشیم. برای آکواریوم ماهی دلغک ماهی بین 1.020 تا 1.026 رو که 1.026 که همون 35 پی پی تی رو برای اصلا ریف استفاده میکنن توصیه کردن که شما یعنی این ماهی رو میتونید تو چنین آکواریوم هایی داشته باشی بدون هیچ مشکلی. دما هم بین حدودا دمای 23-24 درجه رو تحمل میکنه تا دمای حتی 30 درجه، ولی خب اگه مثلا میخوای ریف داشته باشی، شقایق داشته باشی، باید دما بین 25-26 دیگه از 26 بالاتر نره. اگه هم خیلی آب سرد بشه، خواهی میکنم داره ماهیتون سفیدک بزنه و شما نمیخوای تو آکواریوم آبشور، مخصوصا اگه ریف داشته باشی بخوای درمان کنی، چون واقعا داستان داره. ریف ها آسیب میبینن، هزار تا مثلا یه داستان هستن ولش کن. حالا در مورد مقوله هم من کم کم تحقیقم کامل شد و مطالعات کامل شد صحبت خواهم کرد. پس شما یه دمای معین ثابت و یه شوری ثابت رو میخوای. آبت حتما با سیکل شده باشه، آکواریوم تازه تأسیس نباشه، سیکل آکواریوم خوب باشه. همه ماهی آبشور چنین چیزی نیاز دارن، این نیست که تا آب شور شد ماهی بندازی. و سیفونای هفتگی مثل همه ماهیای آبشور، مثلا تو آبشور پروتئین اسکیمر خیلی مهمه که اسکیمر قوی داشته باشه، کاملا اون ذرات معلق و عملا اون فسفات و نیترات اینا از آب بگیره، که مثلا اگه آکواریوم آبشور داری با اینا رو داشته باشه، در مورد این صحبتی نیستش. رفتار این ماهی جز ماهیایی هستش که با هم نوع خودش، یعنی با گونهای مختلف از خانواده خودش مشکل داره. مثلا شما نمیتونی بیای مثلا دلغک ماهی مثلا مارون و دلغک ماهی مثلا تومیتو با هم دیگه نگهداری کنن، اینا امکان داره با هم دیگه درگیر بشن، پس با خانواده خودشون بیشتر درگیرن. ولی اگه از یک جنس باشن مشکلی نداره، مثلا شما 7-8 تومیتو داشته باشن. و نکته جالب در مورد این ماهی اینه که عملا همه ماهی های دلغک ماهی نر به دنیا میاد، یعنی ماده نیست، همشون نرن و اون نری که از همه قوی تر و بزرگتره میاد چیکار میکنه؟ میاد تبدیل میشه به ماده گروه و عملا ماده ها نسبتا بزرگتر هستن و این یه نکته خیلی جالبه. و دیگه این تغییر برگشت پذیر نیستش، یعنی مثلا 10 تا نرن گنده رئیسه یهو میشه ماده و دیگه نمیتونه نر بشه، اون میشه ماده. و اگر که مثلا اون ماده بمیره یا از آکواریوم در بیاد، یه نر دیگه میاد جایگزینش میشه و به این صورت هستش که همشون وقتی که به دنیا میاد همه خود به خود نر هستن و این نکته خیلی باحال در مورد این ماهی هستش. در مورد اینکه این ماهی چقدر عمر میکنه و آیا طول عمر خوبی داره یا
خیر با بگم که این ماهی توی طبیعت بودن 7 8 سال عمر میکنه، ولی توی قرنطینه توی اسارت تا 12 سال هم گزارش شده که این نشون میده که آقای شما یاکمون خوب داشته باشی جز ماهی هست، شما یه پت میتونی سالها ازش نگهداری کنی. و الان شما مثلا میگی ایول دیگه اگه آکوان آب شور زدم مستقیم برم سراغ دلقک ماهی که فوق العاده مثلا ماهی زیبایی هستش. اما شما باید بدونید که در کنار این ماهی چه ماهی میتونی نگهداری کنی و رفتار دیگه این ماهی به چه صورت هستش. اینو فراموش نکنید که بچه‌ها اگر که میخواید دلقک ماهی بخرید ترجیحاً، این نظر شخصی منه، ترجیحاً دلقک های سید شده رو نخرید، دلقک های کپتیو برد رو بخرید. بعد فیلم نمو انقدر این ماهی رو شکار کردن نظیر بود منقرسی، ولی الان انقدر که تکسیده زیاد شده اصلا در خطر انقراض نیستش. و فرق سیدیاش با فرق کپتیو برداش اینه که سیدیاش خب معمولا سایز بزرگتر میاد، معمولا رنگ خیلی بهتری داره چون نور آفتاب بهش خود تو دریا بودن غذای دریایی خوردن. خب مثلا فرق داره کلا ماهیای کپتیو، کلا ماهیای وایلد کات یعنی سید شده خب خوشگل‌ترن، اما ارزش نداره بخاطر یکم رنگ بهتر، بخاطر یکم سایز بزرگتر بیاین سیدی بخرید. هم عملا آسیب به محیط زیست، همین که سیدی ها یه مقدار به خوش امکان دارن مثلا انگل بیارن، مشکلات داشته باشن، یکم بد غذا باشن و یکم آداپت کردنشون با آب آکواریوم سخت‌تر باشه. ولی شما زمانی که مثلا کپتیو برد، یا همون کپتیو برد یعنی ماهیایی که توی اسارت و به دست آدم تکثیر شدن، توی مثلا یه آکواریوم تکثیر شدن، چنین ماهیایی بخرید هم غذا خور کردنشون راحت‌تره، هم تفاوت آنچنان زیادی با سیدیا ندارن، خودتون میتونید بزرگشون کنید. و نکته دیگه اصلا بزرگشو بخرید، و نکته دیگه این که راحت‌تر آداپته میشن. وقتی ماهیو می‌خری میاری داخل آکواریوم می‌ذاری، اینا قرنطینه شدن، مریضی کمتر میارن داخل آکواریوم، خیلی سریع‌تر با شرایط آب آکواریوم شما آداپته میشن. و این نکته خیلی مهمه که اگر دارید هزینه می‌کنید، ماهی نگید که ریسک داشته باشه که وای این نمیره، وای این مریض ماهی دیگه رو مریض نکنه، این ارزششو نداره. پس یه نکته خیلی مهم هستش که باید انجام بدید. در مورد تغذیه این ماهی بابتون بگم که اصلا کار سختی شما ندارید. این ماهی همه چیز خور هستش و ترکیبی از غذاهای منجمد، غذاهای شرکتی، فلیک، پلتی، همینا رو میتونید بهش بدید. و برای اینکه آرامش بیشتری هم تو آکواریوم داشته باشه، ترجیحاً با شقایق اینو نگهداری میکنم، میگن سی انمون اگه اشتباه نکنم، و با شقایق دریایی نگهداریش میکنن که شقایق و دلقک ماهی با هم همزیستی دارن. دلقک ماهی یه موکوسی رو بدنشونه که نیش شقایق روش تاثیر نداره و اینا به شقایق غذا میدن، به جاش توش قایم میشن و بچه میذارن، یعنی تخمشون اونجا میذارن. و این نکته هستش که باعث میشه که این دوتا شرایط زندگی بهتری داشته باشن، استرس کمتری داشته باشن، و اگه شقایق باشه عالیه، اگه نه که باید حتما یه سری جای مخفی شدن به حالا لایو راک مثلا لدراک های خیلی خوشگل تو آکومنتون نگهداری کنید که اینا بتونن قایم شن شنا کنن. و در مورد تغذیهشون توی طبیعت اینا تقریبا از این چی میگن فیتوپلانکتون ها، از موجودات ریز، از باقی مونده شاید حتی بقیه ماهی، از تقریبا هر چیزی، حتی سخت پوست های خیلی ریز تغذیه میکنن و اصلا ماهی های پیکی نیستن، یعنی چی میگن بد غذا نیستن. ولی نکته که در موردشون هستش اینه که شما باید 2 الی 3 بار تو روز میزان خیلی کم بهشون غذا بدید، غذای منجمد مثل آرتمیا حتما داخل تغذیهشون قرار بدین، سعی کنید مثلا از غذای منجمد و خوش با هم دیگه استفاده کنید که زیاد بد غذا نشن، چون اگه آرتمیا فقط بدین یا فقط دیگه آرتمیا میخورن دیگه غذا رو قبول نمیکنن. غذای شرکتی که در این ماهی درست شده همونا رو بگید و سخت هم به خودتون نگید، این غذا عالی هستش. و اگه بخواید در کنارش یه سری ماهی نگهداری کنید، تجربه‌ای که من دارم، من خودم مثلا نمیدونم ولاگ آبشور الان گذاشتم یا نه، دلقک تومیتوهایی که من دارم که مارون و تومیتو جز دلقک های یه مقدار پرخاشگر هستن، بغلش مثلا رأس 6 خط دارم که خیلی خوب کنار هم دیگه موندن و هیچ مشکل نداره، خیلی خوشگلن. ولی ماهی دیگه هم هستش که میشه کنارشون نگهداری کرد، که لیست این ماهی ها رو بهتون میگم. خب بچه من برای اینکه این لیست رو یادم نره نوشتم اینجا براتون. ماهی هایی که مثل دارت فیش ها، مثلا فایر فیش میتونه ماهی خوبی باشه، گابیا رو میتونید در کنارش داشته باشید، رس رو میتونید داشته باشین که گفتم من خودم رس دارم، بلنی های مختلف رو میشه گذاشت و گراما های مختلف مثل رویال گراما که خیلی خوشگله، و انجل فیش و کاردینال فیش مثل بنگال کاردینال که خیلی ماهی زیبایی هستش. اینا میتونید در کنار این ماهی نگهداری کنید. و اگر هم خواستید دلقک ماهی بخرید، یه سری نکات دیگه هم هست که آقا دلقک ماهی خوب چه شکلیه، چه خصوصیاتی داره. خصوصیات این ماهی رو بهتون میگم، حتما دقت کنید که
تو دلقکی که میخواین انتخاب کنین نگاه کنین و بهتریناشو برای خودتون انتخاب کنین که کمترین تلفات و بیشترین لذت رو ببرید. یه دلقک ماهی خوب، دلقک ماهی هستش که رنگش روشن باشه، یعنی رنگ برایت داشته باشه، سیاه نشده باشه و اپتیت یا ولای غذایی خوبی داشته باشه. شنای منظم میکنه و زیبا شنا کنه، مثلا ماهی که خوشو بکوبیم برام و یا هی بره بالا پایین تو آکواریوم، اینا یعنی یه مشکلی هستش بالاهاش خوردگی نداشته باشه و روی پترناش هم رنگ پریدگی وجود نداشته باشه. این نشونه های دلقک خوب هستش. اگر هم میخواید توی آکواریوم نانو نگهداریش کنید، کلا آب شور نانو یکم چالش داره، سخته، ولی میگن مثلا آقا دیگه مثلا از 120 لیتر پایین تر آب شور نذار، حالا من زدم به 40 لیتری دارم، ولی هر چی بزرگتر باشه آکواریومتون بهتره، ماهیای بیشتر و کنترل شیمی آبتون راحت تره. ولی اگه نانو هم میخواید داشته باشید میتونید توش دلقک ماهی داشته باشید. خیلی ممنون که بچه‌ها تو این ویدیو همراه من بودید. تو کامنت ها میگه آیا دوست دارید آکواریوم آب شور داشته باشیم با این هزینه‌ای که هستش، شاید مثلا کوچیک‌ترینش رو نانو بخواید بزنید و 20 میلیون حداقل هزینه کنید، و اگر هم آب شور دارید دوست دارید چه ماهی نگهداری کنید. دلقک فوق‌العاده زیباست. اگر نظر دارم دلقک ماهی داری حتما برام کامنت کن. تو ویدیو بعدی خانواده مختلف دلقک ماهی رو بهتون معرفی می‌کنم که ببینید آقا چه گونه‌های از دلقک ماهی توی طبیعت هست و یافت میشه. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. فرضا سمیتش که و